سلام دوستان، امروز یک مقاله ای رو داشتم میخوندم و دوست داشتم اطلاعات این مقاله رو با شما هم به اشتراک بذارم. و اما در ویدیو قبلی ما پرداختیم به صورت اختصاصی به بررسی پرتوهای ایکس و فضاپیماها و تلسکوپ هایی که به صورت اختصاصی این پرتوها رو در فضا بررسی میکنن. اما امروز قصد داریم که به صورت کاملا مجزا پرتوهای گاما رو بررسی کنیم و اینکه از چه فضاپیماها و تلسکوپ‌های ما استفاده می‌کنیم که بتونیم این پرتوها رو در فضا یک جورایی بررسی کنیم. و اما قبل از اینکه بخوایم بپردازیم به متن اصلی مقاله، دوستان ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک می‌کنه. و اما بپردازیم به متن اصلی خود مقاله. و اما مقاله در ابتدا به این نکته اشاره میکنه که مدت‌ها قبل از این که پرتوهای گامایی که در جهان هستی ساطع میشدن رو بتونیم شناسایی کنیم، دانشمندها میدونستن که جهان باید فوتون‌هایی با انرژی بالا رو تولید کنه. خب کار مداوم و تحقیقات مداوم چندین دانشمند برجسته به ما نشون داد که تعدادی از فرایندهایی که در جهان هستی وجود دارن منجر به انتشار و تولید پرتوهای گاما میشن. خب این نظریه و این حدسیات در بین دانشمندها وجود داشت تا در دهه 1960 که ما نهایتاً توانایی این رو پیدا کردیم که بتونیم تشخیص بدیم که پرتوهای گاما از چه منابعی در جهان منتشر میشن. و از اون زمان به بعد هم در حال توسعه تجهیزاتی هستیم که توانایی شناسایی پرتوهای گاما رو دارن. و اما مقاله در پاراگراف بعد به این نکته اشاره میکنه که جو زمین تمام پرتوهایی که به سمت زمین حرکت میکنن رو یک جورای جذب و فیلتر میکنه. بنابراین نجوم پرتوهای گاما نمیتونسته توسعه آنچنانی پیدا کنه تا زمانی که ما توانایی این رو پیدا کردیم که بتونیم بالونها، فضاپیماها و آشکارسازهای خودمون رو بالاتر از جو قرار بدیم. اولین تلسکوپ پرتوهای گاما در سال 1961 در ماهواره اکسپلورر 11 وارد مدار زمین شد و تونست کمتر از 100 فوتون پرتوهای گاما رو در کیهان برداشت کنه. یک جورای دانشمندها با ارسال این تلسکوپ در فضا متوجه شدند که پرتوهای گاما از تمام جهات به این تلسکوپ برخورد میکنند. پس در نتیجه حدس دانشمندها بر این شد که ما احتمالاً در فضا یک پس زمینه پرتوهای گاما رو داریم. اما حدس دانشمندها در مورد این پس زمینه پرتوهای گاما این هست که احتمالاً این پس زمینه ها از برهم کنش پرتوهای کیهانی با گازهای موجود بین ستاره ها به وجود میاد. اما تا اینجا ما باید به این نکته اشاره کنیم که اینها همش حدسیاتی هست که دانشمندها در مورد این پس زمینه پرتوهای گاما در فضا میزنند. و اما در ادامه مقاله میپردازه به بررسی ماهواره هایی که در سالهای متعدد به فضا منتقل شدند که بتونیم پرتوهای گاما رو در فضا یک جورایی بررسی کنیم. ما از طریق این ماهواره ها تونستیم اولین پرتوهای گاما که خارج از کهکشان ما قرار داشتن رو یک جورایی شناسایی کنیم. گاهن این ماهواره ها تونستن یک سری تصاویر و منظره های بسیار هیجان انگیز و پر انرژی رو ثبت کنن که لقب این تصاویر رو یک جورای جهان خشن می نامن. چرا که عموماً یک سری فعالیت های در جهان هستی پرتوهای گاما رو تولید می کنن که شامل انفجارها و برخوردها با سرعت های بسیار بالا هستن. از طرف دیگه این ماهواره ها تونستن یک نقشه بسیار دقیق از آسمان در طول موجهای پرتوهای گاما رو تهیه کنن. و اما در ادامه مقاله اشاره میکنه به این نکته که شاید دیدنی ترین کشف در نجوم پرتوهای گاما در اواخر دهه 60 میلادی اتفاق افتاد، زمانی که مجموعی از ماهواره های کاملا نظامی به دلایل کاملا غیر علمی به فضا منتقل شدند. بر روی سر این ماهواره ها عموما آشکارسازهایی وجود داشت که بتونه پرتوهای گامایی که ناشی از انفجار بمب های هسته‌ای هستند رو تشخیص بده. این کلاهک ها واسه این طراحی شده بود که بتونه انفجارهایی که بر روی زمین وجود داره رو شناسایی کنه. اما این کلاهک ها شروع کردن به ثبت وقایعی که در جهان هستی داشت اتفاق می افتاد. یک جورایی در جهان هستی اون انفجارهای پرتوهای گاما رو ثبت کردن. خب این انفجارهای پرتوهای گاما عموماً شبیه به فلش دوربین های عکاسی برای این آشکارسازها عمل می کردن که برای کسری از ثانیه تا چند دقیقه در کیهان دوام می آوردن.
اما اینکه منشأ این انفجارهای پرتوهای گاما در جهان هستی در کجا قرار داره تا 25 سال واسه دانشمندها یک راز و معما باقی موند. تا اینکه در سال 1996 تلسکوپ فضایی هابل محل انفجار پرتوهای گاما رو در یک کهکشان در دوردست تشخیص داد و این معما و راز واسه دانشمندها حل شد. و اما در سال 1977 ناسا اعلام میکنه که قصد داره یک رصدخانه بزرگ رو واسه بررسی پرتوهای گاما در فضا احداث کنه. خب این ماهواره در دهه 80 میلادی طراحی شد و در سال 1991 به فضا منتقل شد. این ماهواره حاوی 4 آزمایشگاه بزرگ هست که توانایی این رو داره که با وضوح بسیار خوبی پرتوها و منشأ پرتوهای گاما رو در فضا تشخیص بده. خب در طی فعالیت و مأموریت این ماهواره مقادیر زیادی از داده‌ها و اطلاعات به زمین منتقل میشه و متاسفانه در سال 2000 در نتیجه خرابی یکی از ژیروسکوپ‌ها این ماهواره از مدار خارج میشه. و اما در سال 2004 ناسا ماهواره سویفت رو به فضا منتقل میکنه. مأموریت این ماهواره شناسایی و مکانیابی هر چه سریعتر در کوتاه‌ترین زمان ممکن واسه انفجارهایی هست که در جهان هستی رخ میده. و در سال 2008 هم ناسا ماهواره دیگری رو به فضا منتقل میکنه که بتونن طیف پرتوهای گاما رو در جهان هستی یک جورایی پوشش بدن. پس تا اینجا دانشمندها دو ماهواره رو در فضا در اختیار دارن که بتونن نجوم در طیف پرتوهای گاما رو یک جورایی بررسی کنن. و اما در انتها مقاله میپردازه به بررسی یک سوال که پرتوهای گاما در کیهان چه چیزی رو میتونن به ما یاد بدن. مقاله این سوال رو اینجوری پاسخ میده که پرتوهای گاما پر انرژی ترین تابش های الکترومغناطیس هستن که بیش از 10,000 برابر فوتون‌های اونها از فوتون‌های نور مرئی بیشتر انرژی دارن. اگر ما توانایی این رو داشتیم که پرتوهای گاما رو ببینیم، آسمان شب خیلی عجیب غریب‌تر از اون چیزی هست که ما امروزه داریم اون رو مشاهده می‌کنیم. و از طریق نجوم در پرتوهای گاما ما می‌تونیم اشیایی رو در فضا مثل خورشید، ستاره‌های نوترونی، سیاه‌چاله‌ها و کهکشان‌های فعال رو در جهان هستی بررسی کنیم. پس یک جورای نجوم پرتوهای گاما فرصت منحصر به فردی هست واسه کشف اجرام عجیب و غریبی که در فضا وجود دارن. از طرف دیگه ما از طریق نجوم پرتوهای گاما میتونیم یک سری از نظریه ها رو بررسی کنیم. خیلی از این نظریه ها به دلیل محدودیت هایی که بر روی زمین وجود داره امکان آزمایش کردن ندارن. پس یک جورای ما از طریق نجوم پرتوهای گاما میتونیم دست پیدا کنیم به علوم جدیدی که تا به امروز هیچ درکی از اونها نداشتیم. خب دوستان، این مقاله‌ای بود که من امروز انتخاب کرده بودم واسه مطالعه و در انتها باز ازتون درخواست دارم که اگر امکانش وجود داره چنل رو سابسکرایب کنید، چرا که به رشد چنل خیلی کمک میکنه. و اما خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید.